با سلام آرزو هستم از فالکدی آرزو. سلام به همراهان همیشگیم، خانم آقایون عزیز، محترم، دوستداران فال قهوه آرزو. خدمت تک تکتون عرض ادب و احترام دارم. انشالله که ایام به کامتون باشه. امروز هم سه شنبه رسیدم خدمتتون، چهارم مرداد ماه، با یه فال قهوه کلی. پس ممنون میشم نیت کنیم فال قهوه کلی سه شنبه چهارم مرداد ماه لطفا نیت کنید. از تک تکتون سپاس گذارم، چه دوستانی که جدیدن به جمع پیوستن، چه دوستان قدیمی که همیشه منو همراهی دارین میکنین. از تک تکتون ممنونم. خب نیت کردی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. خب امروز اومدم با یه فال خیلی خوب، یعنی وقتی برگردوندم دیدم خیلی فال قشنگی دارم براتون میبینم. زیر سقفی رو دارم میبینم، ورود یک آقای قدرتمند به زندگیتون رو دارم میبینم. اگر سقف کدری هستش، یعنی توی سقف خونه مشکل داره، یا خانم یا آقایی که خانم، البته خانومی که زیر سقفی هستش، حالا گذشته دار هستش یا مشکل داره یا هر سقفی که مشکل دار هست، دارم میبینم ورود آقای قدرتمندی رو دارم میبینم که داره به زندگی ورود میکنه. انشالله که اگر گیر و گرفتاری داریم به واسطه این آقا داره حل میشه، یا اگر خانومی هستین که گذشته دار هستیم و زیر این سقف هستش و مشکل دارین، انشالله که به واسطه آدمی که قدرتمند هستش، انشالله که زندگیتون میخواد شکل بگیره و ازدواج میخواد رخ بده انشالله براتون. این از خبر خوشش. اما از یه طرف هم دارم یه چهره دیگه میدارم میبینم. ببینین خانمی که موهای روشنی داره، صورتی بسیار زیبا دارم براش میبینم، موهای نسبتا روشن، ولی پشت کرده. پدر دو تا آقا رو دارم میبینم، آقایی که میاسل به بالا هستن، انگار خودشون با همدیگه توافق کردن. ببینید قشنگ گندم، رزق و روزی، حالا چیزی بینشون همکار هستن، اینطور هم میشه تعبیر کرد، چون یه برای شاخه گندمی هم دارم بینشون میبینم، شاید همکارن. انگار خودشون با همدیگه این دو تا آقای سندار توافق کردن در رابطه با آقای جوانی که اینجا دارم میبینم خندون و خوشحال پشت این آقای ایستاده، خانمی که غمگین و ناراحت و جوان پشت کرده. یعنی اصلا انگار قصد، مثل اینکه خودشون این تو آقای با هم دیگه توافق کردن، پسر راضی ولی دختری که ناراضی، خانم جوان گذشته دار رو دارم میبینم، یا گذشته داره یا به واسطه ناراحتی که داره این کدری افتاده روی سرش. به هر حال خانمی که ناراضی از ازدواج، آقای جوانی که بسیار راضی. خب بریم ادامه فاله و ببینیم تو فاله چی میبینیم. الهی به امید تو انشالله هرچی خیر براتون رخ بده. خب مشکلات هم که گفتم بهتون، بالا و پایین روزگاره که دارم براتون، مشکلاتی که دارم میبینم، ببینیم احساس چی به همون میگه. انشالله قلبتون همیشه پیش هم باشه. بله خدا رو شکر قلبتون کنار هم دیگه است. آقایی رو دارم میبینم کدر، حالا یا از بار مشکلات کدر هستش، یا زندگی سخت داره بهش میگذره. آقایی که موهای نسبتا کوتاه، همچنین مردونه کوتاه دارم میبینم، چشمانی گود رفته، بینی نسبتا برو درشت رو دارم میبینم، صورت گرد و یه قطعی هم حالتی این که انگار قبقب داشته باشه، همچنین چیزی، صورت گردی و برای آقایی دارم میبینم بسیار کدر افتادن، یا از غم و مشکلات روزگاره، یا کسالت و بیماری دارن که صورتشون اینقدر کدر و تیر افتاده. انشالله که اگر کسالت بلا دور باشه، اگر مشکلی که انشالله حل بشه. خدا رو شکر که عقد عروسی داریم انشاءالله، جشن ازدواجی که شکل میگیره. دختر خانم جوانی رو ببینید، ریشه دار شدن رو چقدر قشنگ نقش بسته. به زودی خبر خروسی که براتون میخونه، خبر خوشی که به گوشتون میرسه و ازدواجی که شکل میگیره. دختر خانم زیبارویی، ارتباط ازدواجی که شکل میگیره، قلب خوشگلی که بالای سر این آقا افتاده و چه جالب انگشترش هم براش افتاد، حلقه ازدواج که به زودی شکل میگیره. عقد ازدواج، رسیدن، پیوند رو دارم براتون میبینم و یه وعده 9 بهم داده، حالا یا 9 روز دیگه است، یه همچه چیزی باید بشه، یه وعده 9 دارم میبینم، شاید 9 وعده است، 9 روز دیگه، نمیدونم 9 ساعت دیگه، همچه چیزی رو دارم براتون میبینم. انشالله که هرچی که خیره، انشالله به 9 هفته و 9 ماه نمیرسه. فال های من اینقدر طولانی مدت نیست. خب
قلبی که بینشون هست، یعنی حس بینشون، یعنی ارتباط حسی. ببینید قلب روشن اینور، قلبی که تو سر این آقا فکر و ذکرش این خانومه و پیوندی که شکل میگیره. انشالله خوشبخت بشین انشالله. خب همون صورت آقایی که بهتون گفتم ببینین الان دیگه نمایان شد، قشنگ کاملا داریم ببینین. البته که این آقا علیرغم مشکلاتی که دارن، بیماری نیست، مشکلی که داره به واسطه شخصی خانومی، انگار کسی که از هم خونش باشه تو وجودش، یا همسرش یا هم خونش، به واسطه یک خانومی مشکلش حل میشه. خانومی قدرتمندی داره، هم خون قوی و قدرتمندی داره خانم، کسی که ایشون رو تحت حمایت قرار میده و راهی که براش جلوش باز میشه، ان شاءالله که موفق رو نصیبش میکنه این خانم به واسطه همخون یا همسر. خب دیدار و ملاقاتی خانم آقایی رو دارم میبینم و هر شکل هستش زیر یک سقف دارم میبینم. شما تعداد نفرات زیادم دارم میبینم، حالا یا میهمانیه یا یک مراسمیه یا هر چیز، توی یک مراسم، یک فضایی که تعداد نفراتی رو دارم میبینم و سقف داره، هر چیزش دیدار و ملاقاتی شکل میگیره. ولی دیدار و ملاقاتی که اینکار گذری همدیگر رو ببینن، آقایی که دستش رو به جیبش کرده، موهای تیره ای داره، حالت کت و شلوار به تن میبینم، پیراهن سفید و کت و شلواری دارم به تن میبینم، اما خانمی هم که دارم میبینم حالا روسری موهای تیره است، همچون چیزی به لباسی به تن، حالا هر چی که از پوششی که دارم براش میبینم، حالا یا میهمانی، مراسمی، مناسبتی، یه همچین چیزی دارم میبینم، آقا روش مبرد داره رد میشه، این خانم هم داره رد میشه، مثل حالت گذری، یک دیدار اتفاقی، یک دیدار غیر منتظر، ملاقاتی که شکل میگیره و پیوند برقرار میشه، مثل که چشم میبینه، دل میخواد، ارتباطی که شکل میگیره، ازدواج. خب آقایی هم دارم میبینم که داره فریاد میزنه، آقایی که ناراحت و غمگین فریاد داره میزنه، آقایی جوان از دست یه آقای قدرتمند، کسی که داره ناراحتش، آقایی که تقریبا سن و سالی ازشون گذشته، میان سال به بالا، آقای جوانی که از دست این آقا داره فریاد میزنه. حالا چی گفته که این آقای جوان، حالا پسرشون هستن، کی هستن که قدر و ناراحت و عصبانی دهن باز کرده و داره فریاد میزنه مثل پدر و پسر. خب یه آقایی هم دارم میبینم، چون معلق دارم میبینم، سر و ته دارم میبینم، حالا یا کارش رو از دست داده یا ورشکسته شده، کلن مال و اموالش رو از دست داده، چون حالت سرنگون دارم میبینمش، سر و ته دارم آقایی رو میبینم، غمگین، کدر، ناراحت، شاید کارش رو از دست داده یا ورشکست شده، همچون حالت واقعا قدرم کدر دارم میبینمش، هرچی هستش که اعصاب به هم ریخته ایم داره قصن، یا کارش رو از دست داده یا ورشکست شده، چیز دیگه نمیتونم معنی کنم براش. خب دیدار و ملاقات یک خانواده، مثل خانواده که از هم انگار فاصله داشته باشن، یک بوده مسافتی چیزی بوده، پدری که آقایی که سن میان سال به بالا دارم میبینم، عینک به چشمشون دارم، ریش و سیبیل دارم، تقریبا میان سال به بالا، هر چیزیش که کتی به تن کرده، حالت کاپشن، کتی هم چه چیزی هم یه چیزی انگار یه جای سرد اومده، یا کتش، یقه کتشون هست، این حالت رو دارم میبینم، درست مشخص نیست، همچون چیزی دارم میبینم که بچه و خانمی که موهای روشن بلند تا کمر رو داره و بچه هم که بینشون قرار گرفته رو تو آغوش گرفته، یک آغوش گرم، یک خانواده گرم، انگار یه بعد از یک بود مسافت طولانیشون اومده و یک دیداری تازه شده، یا فاصله طولانی بینشون بوده، یا زمان طولانی بوده که همدیگر رو ندیدن، که همچنین بیقرار همدیگر رو تو آغوش گرفتن. انشالله همه خوشبخت بشین. خب خریدی وسیله نقدیه رو هم دارم براتون میبینم، ولی این نه که یه چیزی بخرین، دارین دارین میخرین، عوض میکنی، هرچی هم هستش یه چیزی ارتقا میدین. محسن نام، به واسطه آقای محسن نامی خریدی یه ملک صورت میگیره، حالا یا رابطه یا واسطه است، یا تو اسم فامیلش محسن همچی چیزی باید داشته باشه، اسمی به نام محسن، یه رابط میتونه باشه، پیروی یک صف چهار دیواری میتونه تو کار خرید خونه باشه، تو کار خرید و فروش مغازه باشه، به واسطه ایشون یه خبر خوش میشنویم، پیروی قضیه چهار دیواری میتونه خونه باشه، میتونه مغازه باشه. محسن نام. خب ببینین یه حالت مثل اتوه، ولی اینجوری روی زمینه، سربالنن روی زمینه کار اتو رو گذاشتن، همچه حالتی دارم میبینم، همچه حالتیه و یک سقف زیر سقف. حالا این معنی که میتونم برش بکنم این هستش که
یا زیر سقف کاریتون هست یا زیر سقف خونتون هستش. یک شور و مشورت داریم با هم دیگه میکنی، تنها معنی که میده همینه، چون سقفی هم داره فقط نمیتونم تشخیص بدم سقف کاری یا سقف خونه. پیروی زیر یک سقفی دارم میبینم داری یک انگار یک شور و مشورتی انجام میدین، مشورتی هم هستش که با موفقیته، چون اتویی که خوابیده روی زمین هستش. پس شور و مشورت تصمیم گیری داری میکنی و هر تصمیمی که داری میگیرین نتیجهش موفقیت آمیزه براتون. خب ورود کار دوم دارم ببینم، هرچه هستش آقایی که سن و سالی ازشون گذشته و وارد یه بازار کاری که یک جایی دارن میشینن، پشت میز نشینیه، پشت میز نشینی آقای سن و سالی ازشون گذشته، مثل یه شغل دوم ولی یه پولی هم داره، مثل شغل دوم میمونه. شاید میتونه بازنشسته باشن ایشون، شاید یه شغلی داره، یه شغل دیگه داره اختیار میکنه. هر شغلی داره اختیار میکنه، شغل دومش پشت یه میز داره میشینه، حالا یه کار دفتری، یه کار اداری، با یه تلفن، هر چه که هستش شغل دوم اینطوری. ولی آقای میانسال به بالا دارم میبینم. خب یه سقف خونه کدرم دارم میبینم، متاسفانه که آقای بالای سر این خونه، آقای روشن ولی سقف خونه کدر، انگار آقایی که اصلا رغبت به ورود به این خونه رو نمیکنه. حالا مشکلی توی این خونه هست، با شخصی که توی این خونه هستش مشکل داره، ترجیح میده بیرون باشه تا توی خونه باشه، ورود به خونه رو نمیبینم براش. بالای خونه نشسته آدمی بسیار روشن، آقایی بسیار روشن ولی خونه کدر، انگار پاش نمیاد که بره توی خونه. چهار دیواری که توش کلا کدره، حالا یا مشکل داره یا کسی توی این خونه هستش که دوست نداره توی این خونه حضور پیدا بکنه. خب یه سرها صفا هم دارم میبینم براتون، خانمی که قدر کدر دارم میبینمش و آقایی که داره دستش رو میگیره داره میبرتش زیر سقف خونه. ریشه هم دارم با هم دیگه، قهر و کدورتی که داره به وسال تبدیل میشه، انگار که قهر خانمی که کدر افتاده، قهر ناراحت غمگین و آقایی که انگار اومده خانمو داره برمیگردونه به سمت خونه. آشتی صلح و صفا دارم براتون میبینم، اگه بینتون کدورتی هم هست آقایی که به سمتتون قدم برمیداره، علیرغم اینکه شاید خانم قدری هم کدر ناراحت افتاده، چهره ای که عینک هم به چشمشون دارم میبینم، خانمی که جوان رو به میانسال تقریبا این حالتو دارم میبینم، قدری هم کدر و ناراحت دارم میبینمشون، ولی برمیگردی چون اومده که ببرتت این آقا میری. خب ببینید چهره شخصی افتاده، روشنم افتاده ولی چهره خبیثانه ای رو دارم براتون میبینم، ظاهر سفیدی دارم میبینم ولی باطن خبیثی دارم میبینم. ببین اینطوری دارم میبینم، چون پشتش یه حاله، یه حاله ای دارم میبینم، این کار آدم درویه دارم، شخصیه که دارم میرم، ظاهر روی سفیده داره خودششون میده و ورود داره میکنه به یک چهار دیواری. حالا میتونه چهار دیواری کارتون باشه یا چهار دیواری خونتون هستش، داره ورود به خونتون میکنه. ولی آدم دو شخصیت هست، یا دروی سکه داره، یا روش یه جوره، ظاهرش یه جوره، باطنش جوره دیگه ای هستش. هر چه هستش هیلگر و حقواز دارم میبینم که داره ورود میکنه به کام، حالا یا چارچوب خونتون یا تو محیط کارتون. فقط حواستون رو جمع بکنید. پشت این آقا هم کسی هستش، این کار به واسطه کسی داره، این کار کسی داره اینو هولش میده ورود کنه به خونتون، حالا برای تجسس یا نمیدونم. یه آقایی که دارم میبینم پشت این داستان، آقایی رو دارم میبینم پشت این آقای، آقایی هم هستش. متوجه میشم چیه؟ خب ببینیم این ور چه خبره. خب خانمی کدری رو دارم میبینم که سرش رو گرفته رو به آسمون و یه هواپیمایی که داره میره و خانمی که میان سال به بالا یا جوان نمیدونم، چون بسیار کدر صورت افتاده از غم فراوان، هواپیمایی که داره میره، ناراحت و ناراحتی، یکی از توی خانواده یا شریک احساسی رفته یا کسی از خونه اینها رفته با هواپیمایی که داره پرواز میکنه و داره میره و از ناراحتی از پرواز اینها بسیار ناراحت دارم میبینمشون. خانمی که صورت بسیار که داره دارم برشون میبینم، موهای تیره دارن، قلبی شکسته، چشم عینکی، سنوسالی بعد ازشون گذشته باشه، حالا عزیزی رو از تو خونه دارن راهی سفر کردن که اینقدر غمگین و ناراحت دارم میبینمشون، چون هواپیمای روشنی که داره میره.
خب دیدار و ملاقات هم دارم براتون میبینم، کسی رو دیدار و ملاقاتی انجام میدیم، با کسی ملاقات میکنیم که مدت هاست ندیدینش، یه همچین چیزی دارم براتون میبینم، یه شکلی ارتباط دوستی کسی با کسی ارتباطتون شکل میگیره که انگار مدتی همدیگر رو ندیدین، همدیگر رو میبینین و با همدیگه دوستی شکل میگیره، یک ارتباط احساسی شکل میگیره. حالا شاید حس قدیمی نسبت بشین، یه دوستی قدیمی بوده نسبت بهش حسی از قبل داشتین، یا بینتون فاصله بوده دیداری تازه میکنین و دوباره با هم دوست میشین، یا بینتون کاتی بوده که دوباره همدیگر رو میبینین، دوباره تبدیل به یک دوستی میشه. همچه حالت خانم آقای جوانی رو دارم میبینم. خب ببینیم، صدف دارم میبینم، صدف تقریبا میتونم اینجوری براتون بگم، صدف خب اگه ببینیم میشه یا کشوری که یا شهری یا کشوری که لب آب دریاه، حکم دریا رو داره که صدف همیشه لب آبه، یه سفر دریایی اینا. اما چون این صدف رو دارم قدری دارم کدر و تیره دارم میبینمش و حالتی که دارم میبینمش این حالتی خط خط روش افتاده، همچه صدفی که کدر و یه قدری خط و خطوط دارم روش میبینم، این تعبیرش کلن بر میگرده، یعنی اصلا میره روی داستان دیگه، مثل مشکل، مثل مشکل قانونی، مثل مشکل از بیعدالتی، یه همچه حالتی یا حکمی بر علیهتون صادر شده که به نفع شما نبوده، یا یک بیعدالتی در حقتون شده، ظلمی در حقتون شده، یه همچه چیزی رو معنی میده. حالا برگرده به شما چه زمینه مشکل پیدا کردی، چون صدفی که خط خط دارم میبینم، قدری کدر دارم میبینمش، فقط همین معنی رو میتونه بده، بی‌عدالتی مرتبط با قانون، حکمی بر علیهتون صادر شده، اگر باید به نفعتون میشده برخلافتون صادر شده، فکر میکنین بی‌عدالتیه، همچین چیزی باید باشه. خب یه پولی هم دارم ببینم، 4 با تعدادی 0 دم دسته، به زودی به دستتون میرسه، 4 با تعدادی 0. خب یه شیر قدرتمند دارم میبینم، ولی شیری که یالو کوپالی داره که میشه آقا، و ولی خیلی خشمگین دارم میبینم، یا آقایی که کلن عصبیه، عصبانیه، چون خانمی هم کنارش افتاده، یا آقایی که کلن عصبانی هستن، یا به واسطه این خانم انقدر شدت عصبانیت رو برای این آقا دارم میبینم، چون بسیار صورت خشمگین دارم میبینم، یه آدم قدرتمندی باید باشن ایشون، چون چهره شیر افتاده، شیری که پر از یال و کوپال دارم میبرم ایشون، چه حالتی، آقای قدرتمندی که بسیار عصبانی هستن، خانم هم کنارش، حالا به واسطه این خانم، حالا این خانم چه نسبتی با ایشون داره، ریشه میشه این نمیبینم، نمیتونه خانم باشه نسبتی باشون داشته باشه، خانم جوانی هم دارم براش میبینم، هر چه هستش که از دست این خانم خیلی به شدت عصبانی هستش، با حالت خشمگینانه با این خانم داره نگاه میکنه ایشون رو، نباید همسرش باشه. خب آقایی که گذشته دار یه بچه، آقایی که گذشته دار هستین، یه بچه هستش، ازدواج که رابطه احساسی که تبدیل به ازدواج میشه، البته که فقط یه دوستیه، ولی به ازدواج دارم ببینم ختم میشه، البته خانم بدون گذشته، خانمی جوان، مثل یه ارتباط حسی که شکل میگیره و ازدواجی هم که انجام میشه، یه خانمی هم که پوشش چادر دارم ببینم، فقط یه صورت دارم ببینم، کلن کدر و مشکی دارم میبینمشون، دور از جون یا مشکلی دارن، حالا سیاه پوش هستن، یا اینکه تو مراسمی دارن شرکت میکنن که سیاه پوشیدن، مراسمیه که سیاه پوشیدن، همچه چیزی باید باشه، فقط قرص صورت رو دارم میبینم که سفیده، ولی کلهم تمام سر و صورت و لباس و پیراهن مشکی دارم به تن میبینم. چیه؟ مادر و دخترم فکر کنم، دیدار و ملاقاتی مادر باید باشه، چون خیلی روشن هستش، مادر و دختری همدیگر رو تو آغوش دارن میگیرن، حالا چجوریه دیدار، چجوری هستش، فاصله بوده بینشون، دوری بوده بینشون، قهر بودن، چون یه خانمی که میانسال و یه دختر جوان که دارن همدیگر رو تو آغوش گرفتن، حالا یا از بود مسافتی یا قهر بودن، همچی چیزی دارم میبینم، انشالله که هرچه از خیر باشه. خب
خرید و فروش ماشین اگه دارین میکنین براتون برد موفقیت میبینم، چون یه دونه ماشین نیست، چند تا ماشینی که دیره انگار بفروشین دوباره بخرین، بفروشین بخرین و تعدادی هم ماشین کنار هم دارم میبینم. قطعا باید تو زمینه خرید و فروش ماشین باشه همچین چیزی و براتون راه بازی رو دارم میبینم. اگه تو زمینه خرید و فروش ماشین هستین، کارتون تو شغلتون پیشتون حرفتون این هستی، شما میخواین ورود به همچین شغلی بکنین، براتون برد و موفقیت دارم میبینم. به زودی بود کوچولویی هم به دستتون میرسه، قطعا خوشحالتون میکنه، یه برد و موفقیت هم براتون دارم میبینم، یه شاخه گلی که نشانی موفقیت و پیروزیه. تو چه زمینه دینی قدم برمیدارین، تو مسیری که دینی قدم برمیدارین، براتون دارم برد و موفقیت میبینم. کاری هستش همچین چیزی هستش، براتون دارم برد و موفقیت دارم میبینم. یک دیدار و ملاقات هم دارم میبینم شکل میگیره، ارتباطی که شکل میگیره، ولی این ارتباط و دیداری که به صورت مجازی دارم میبینم. ببینید انگار دو نفر زیر دو تا سقف متفاوت، ولی حالت میشه که انگار گوشی جلوشونه، ولی دوستی، حس، قلب دارم میبینم بینشون، رابطه احساسی که بینشون شکل میگیره ولی به صورت مجازی. خب آقایی که داره وارد یک کاری میشه، ببینید وارده، آره وارده، دارین یه شغلی دارین میشین، آقایی که تقریبا میتونم بگم که قد و بالای بلندی دارین، موهای نسبتا تیره‌ای دارین، کشیده و فکر میکنم لباستون لباس فرم باشه، یه لباس فرم خاصی باید تنتون کرده باشین. حالا چه شغلی هستش که لباس فرم بتن میکنین، واردی همچون بازار کاری داره میشین. ببینید با یک پوشش خاص جایی رو دارم میبینم، وارد یک بازار کاری داری میشین، ولی هر کاری هست یک شغلی هست که باید یک پوشش خاصی بهتن بکنین و واردی همچین بازار کاری داری میشین و با درآمد خیلی خوب حقوق خوبی بهتون میدن. حالا چه شغلی هست؟ یک پوشش فرم خاص، یه یونیفرم خاص، مثل آتش نشان، مثل پزشک، مثل پلیس، یا هر چی حقوق، یه همچین چیزی، یک لباس و پوشش فرم خاص به تن دارین میکنین و وارد یک بازار کاری دارین میشین که براتون برد و موفقیت دارم میبینم. خب یه پولی هم داره به دستتون میرسه، ولی هر پولی هست پولیه که انگار به سختی داره به دستتون میرسه، مال خودتونه، پول خودتونه، ولی انگار از کسی داره، حالا یا به کسی دادین داره به زور ازش پس میگیرین، یا اینکه مال خودتونه جاییه که بهتون نمیدن، یه همچون حالتی دارم براتون میبینم، چون این پول مال خودتونه، دست کسی بوده بهتون بر نمیگردونه، پول به کسی دادین دستی پستون نمیده، یا حقوقتون کسی نمیده بهتون، یا هر چه هست این پول متعلق به خودتون رو دل میاد به سمتتون، حرکت کرده به سمتتون، یعنی پولی که داره به سمتتون میاد بالاخره به دستتون میرسه، ولی پول پول خودتونه داره بهتون برگردون نمیشه با اینقدر سختی. خب آقایی که گذشته دار، جوان، داره قدم میذاره توی یک راه کاری، آقایی گذشته دار جوان، اما قلبی که همچنان تپنده دارم براش میبینم، خیلی فوق العاده آدم احساسی، احساساتی، همچنان آدمی دارم میبینم که وارد یک بازار، وارد کاری داره میشه، قدم توی یک مسیر راهی داره میذاره، هرچه که هست برای دارم برد و موفقیت میذارم. آقایی گذشته دار و احساساتی وارد یک بازار کار شغلی داره میشه که هرچه هستش احساساتی، شاید مشاوری، شاید همچی کاری، یا وکیلی، ولی وکیل که نمیتونه احساساتی باشه، قطعا شاید مشاوری پیروی قضیه، مشاوری ازدواجی، یا تو زمینی ازدواج شاید میتونی هرچی مرتبط با آدم احساساتی. خب یه کیف پولم دارم براتون میبینم، کمجور پولی که داره میاد از این و داره میره، پولی که میاد و از این ور داره میره، انگار سرعت خرج کردن از درآمدش بیشتره. حالا یا کسیه که خیلی بلخرجه، یا اینکه پولی که میاد از اصلا نیومده، انگار چالش کنده است، رب پول میره. این حالت رو میتونم بگم، انگار پولی که اصلا انگار یا زودتر از موعد براش نقشه کشیدین که زودتر خرجش بکنین، یا هر پولی هستش که از زودتر از اینکه برسه انگار فکر خرج کردنشو کردین، نمیمونه، پولی که پایدار نیست، موندنی نیست، خرج میشه از کیفی که میره. خب
یه حلقه هم دارم براتون میبینم و زیر یه سقفی حلقه ای که مثلش خیلی رسمی، خیلی خصوصی، تعداد نفرات بسیار بسیار کم و انگشتری که تو دست کسی میکنه، مثل یه حالتی که انگار بخواین در خفا کسی رو به عقد در بیارین، در خفا بخواین محرمیت انجام بدین، کسی نفهمه، یواشکی، یه همچون حالتی دارم براتون میبینم، خیلی با تعداد نفرات کم زیر یک سقفی دارم میبینم که یه انگشتری رو نشون میکنی، کسی رو دارین نشون میکنی، مثل حالت سیکرت، مخفی، کسی بو نبره از این قضیه، شاید موقتی تا کسی تو بعدن کسی متوجه بشه، حالت یواشکی دارم میبینم که این اتفاق داره میفته. خب حواستون رو جمع بکنید، آقایی داره به سمت زندگیتون داره ورود میکنه، آقایی که هیکل درشتی داره، چشمان درشتی داره، خیلی درشته، هیکل خیلی بزرگ و قدرتمندی رو دارم ببینم، حالا یا ورزشکار هستن ایشون، همچی چیزی رو دارم ببینم براشون. داره به سمتتون ورود میکنه، بسیارم کدر دارم میبینم، داره ورود به زندگیتون میکنه، آقایی که بسیار کدر، بسیار بد، حالا یا با نقشه داره وارد زندگیتون میشه، خیلی جسه بزرگ و هیکلی داره براشون میبینم، حالا همچه شخصیت منفی، کدر و منفی رو دارم میبینم و داره ورود به زندگیتون میکنه و من فکر میکنم اینجور که من دارم میبینم خانمی روبروش دارم میبینم، شاید نقشه برای زندگیتون کشیده، چون خانمی رو روبروش دارم میبینم، شاید برای ورود به حریم خصوصیتون داره نقشه میکشه، چشمش دنبال کسیه توی این خونه که داره ورود میکنه، بسیار آدم کدری، ریش و سیبیلی هم دارم میبینم، ایشو حالت هیکل خیلی جسه درشتی هم دارم میبینم، کلا آدم منفی دارم میبینم و یه نوت موسیقی هم دارم میبینم، نوت تو زمینی موسیقی دارین کار میکنی یا دارین فعالیت میکنی یا وارد بازار کار موسیقی شدین یا آموزش دارین میبینین، هر چه از پیروی کار موسیقی براتون برد و موفقیت دارم میبینم، اگه وارد بازار کار موسیقی شدین یا دارین آموزش میبینین یا دارین تدریس میکنین، براتون برد و موفقیت و راه بازی رو دارم براتون میبینم، هر چیکه از راه براتون باز، اگه تازه هم اقدام کردین ادامه بدین، چون تشت و آینده روشنی رو هم براتون میبینم، انشالله که از این فال لذت برده باشین. چیز دیگه ای رو چشمم متاسفانه نمیبینه که بهتون بگم، اگر چیزی باشم از چشمم افتاده. خب یه علی نام هم دارم براتون میبینم، علی دارم براتون میبینم که بسیار روشنه، هر که هرچی هستش که تو دایره زندگیتون داره براتون قدمی برمیداره به واسطه یه آقایی به نام علی، علی نام، یا یه خانمی هستین که توی نام خانوادگیتون علی هست، یا آقایی هستش که اسم علی یا تو اسم فامیلی کسی علی نامی رو دارم میبینم که پیروی توی دایره زندگیتون داره قدمی براتون برمیداره، مرتبط با دایره زندگیتون هستش هرچی که هست. خب این از فال امروزمون، انشالله که از این فال لذت برده باشین، انشالله که مثل همیشه دلاتون شاد بشه، آرزویی که همیشه براتون میکنم قلبتون شاد بشه، دلتون شاد بشه، لبتون خندون باشه، جیبتون پرپول باشه، تنتون سلامت بشه، انشالله ایام به کامتون باشه و اوضاع بر وفق مرادتون، ایام به کام، خدا نگهدارتون باشه، فالکدی آرزو.